سلام دوستان، خب در اینجا میخواییم اکسل مدیریت حسابهای ارزی رو بهتون ارائه بدیم. اول وقتی که این اکسل رو باز میکنیم ممکنه یه ریبون زرد رنگ اینجا ببینین که به خاطر VBA هستش که ما این اکسل رو بر اساس اون نوشتیم. حتما این دکمه رو باید بزنین تا بتونین از این اکسل استفاده کنین. پس این Enable Anything رو بزنین. بعد از اون ممکنه اینبل کانتنت هم ازتون بخواد. هیچ وقت ریبون و زرد رنگ نباید باشه چون دیگه مقدور به ادیت کردن اون نیستید. پس اینبل کانتنت رو هم بزنید. خب توی این اکسل شما قادر هستین که حساب‌های ارزی مختلف داشته باشی و ببینین که تو هر حساب چقدر در واقع ارز در حال حاضر داری و اونا رو با جدیدترین نرخ به روز کنین. نرخ‌ها از طریق وبسایت xe.com به روز میشن که وقتی این اکسل رو باز می‌کنین برای حالا هر بار که باز کنی این نرخ‌ها به روز میشه. اینجا هم دیدید که داشتش نشون میداد که دیتا از اون وبسایت داره کپی میشه توی در واقع این شیت توی این تب اینجا و اینجا جایی هستش که ما نرخ‌های به روز رو از این وبسایت بر اساس تاریخی که حالا و ساعتی که هست اینجا نشون میده داریم. اگر میخواین دوباره نرخ ها به روز بشه، مثلا یه ساعت گذشته و میخواین به نرخ های به روز رو داشته باشین، میتونین به روز رسانی نرخ رو انجام بدید اینجا. و وقتی که این اکسل رو باز میکنین نمیخواین که نرخ ها به روز بشه، بعد بیایید تو تب دیتا توی قسمت کانکشنز توی این پروپرتیز، اینجا پروپرتیز رو بزنین، این تیک رفرش دیتا ون اوپنینگ د فایل رو تیکش رو بردارید. اون وقت این تیک رو بردارین هر وقت که اکسل باز بشه دیگه دیتا آپدیت نمیشه خودکار و شما هر وقت این بروز رسانی نرخ رو بزنین اینجا مسیج آپدیت میادش، میبینید که اینجا داره رفرش میکنه. منتظر باشین که در واقع رفرش کامل بشه، کاپی دیت وب دیتا تو شیت کامل بشه، بعد عملیات خودتون رو شروع بکنیم به انجام دادن. پس منتظر بشین که دیتا کامل بیاد و نرخ به روز رو داشته باشین. حالا میتونیم بیاین حساب‌های ارزی خودتون رو مدیریت کنیم. فرض کنیم مثلا شما توی خارج از ایران یه سری پروژه ها میگین، میخواین این ارزها رو ببینین چقدر دارین. فرض کنیم مثلا یه کاری رو توی مثلا کشور استرالیا انجام دادین، $1000 استرالیا گرفتین یا خرید و فروش کردین، کاری ندارم، الان $1000 استرالیا به دست آوردین. قبل اینکه البته این $1000 اینا رو اضافه کنیم، بهتره که حذف اطلاعات گذشته رو بزنیم که اگر این اکسل رو سه دفعه اول باز میکنیم دیتا کامل پاک بشه. الان توی هیستوریکال دیتا میبینیم که امتی هستش و چیزی نداریم. خب حالا بیایم این $1000 استرالیا رو بزنیم. به صورت پیش فرض تاریخ به صورت میلادی است، اما شما میتونید که تاریخ خورشیدی هم داشته باشید. فقط کافیه اینجا تاریخ رو تایپ بکنید و تحت این شرایط دیگه نمیتونید از تاب در واقع تاریخ امروز استفاده کنید و اینو باید آن چک کنید. تیک اینجا نباید خورده باشه، چون تیک اینجا رو بزنید دوباره برمیگرده تاریخ میلادی. مثلا اگه خواستین تاریخ خورشیدی استفاده کنین این تیک اینجا رو بردارید. بعد ولی اگه خواستین تاریخ میلادی باشه و روز هر روز بر اساس اون تاریخ رو اینجا نمایش بده میتونین تیک رو داشته باشین. ماه مثلا دو، اینجا میتونین ماها رو به راحتی انتخاب بکنین. کاری با تابهایی که اینجا نوشته شده نداشته باشین، کار خودتون رو انجام بدین، چون با تیک زدن این دوباره تابها برمیگرده. میتونین راحت انتخاب بکنین مثلا چه روزی چه در واقع تبادلی رو داشتین. خب فرض میکنیم ما $1000 استرالیا الان در حال حاضر کسب کردیم، میخوایم این رو به حساب ارزی استرالیامون اضافه کنیم. در حال حاضر حسابی نیست، وقتی که این افزودن رو بزنین این $1000 میاد تو یک حساب جدیدی میشینه به نام AUD، حساب ارزی شما هستش که میگه $1000 استرالیا رو در حال حاضر داری. و اگه بریم تو هیستوریکال دیتا یه دونه جدول جدید اضافه کرده که میگه مقدار در واقع AUD تون در این تاریخ اینقدر هستش و تاریخ رو هم بهتون نشون میده. اینجا یه نوتی هم میتونین بنویسین که بدونین مثلا فرضاً من الان میخوام این رو پاک بکنم، حذف آخرین داده رو بذارم، این جدول پاک نمیشه ولی آخرین داده من که ثبت کردم پاک میشه. میتونم بگم که مثلا بر اساس پروژه فلان بوده، پروژه الف بر فرض مثال. پس من این رو الان افزودن رو دوباره میذارم، میاد توی هیستوریکال دیتای من میشینه. فرض میکنیم مثلا من واسه یه کشور اروپایی همین کار رو انجام دادم، میخوام یورو بذارم اینجا. کافیه که یورو رو تایپ بکنین،
اینجا واسه تون پیدا میکنه، یورو رو واسه تون پیدا میکنه، میتونین یورو رو انتخاب بکنین و فرض کنیم مثلا 500 یورو هم بر اساس این پروژه حالا به دست آوردم، افزودن رو میذارم، دوباره یه دونه حساب ارزی جدید واسه من باز میکنه به نام یورو. فرض کنیم مثلا بر اساس بریتیش پوند هم دارم کار میکنم، کافیه اینجا بریتیش پوند رو انتخاب بکنم و اینجا 100 پوند رو بهش اضافه کنم بر فرض مثال، اینجا دوباره اضافه میشه. فرض میکنه حالا مثلا به ریال هم من اینجا کار کردم، 1,000,000 ریال هم کسب کردم که میتونم اینجا بنویسم مثلا IR، اینجا ایران رو میتونم انتخاب بکنم، ایران رو کامل تر بنویسم ایرانیان ریال، میتونم به ریال مثلا اینجا افزودن رو داشته باشم. و فقط توجه کنین که الان در حال حاضر من ریال رو اینجا زدم، ریال بر اساس نرخ دولتی هستش توی xe.com و نرخ دولتی اون در نظر گرفته میشه. خب من حساب‌های ارزی مختلف رو زدم، بر فرض مثلا یه 50 پوند دیگه کار کردم، میخوام این 50 پوندم رو اضافه کنم، کافیه مقدارش رو بذارم، میام اینجا بریتیش پوند رو انتخاب میکنم و بعد افزودن رو میذارم، میبینیم که به حساب بریتیش من شد 150 پوند جی بی پی دارم. و اینجا هم یه نکته دیگه یه توجه کنیم، من یه مرج ارز مرجع دارم که میتونم انتخاب بکنم بر اساس چه ارزی مجموع کل این ارزها رو مشاهده کنم، یعنی اگر من کل این ارزها رو بگیرم به پوند تبدیل کنم در کل 1158 پوند خواهم داشت. حالا فرض کنیم واسه ایران، چون گفتم اینجا در اساس در واقع این اکسل ارز دولتی هستش که تخصیص داده میشه، و اگر مثلا من اینجا USD رو انتخاب بکنم، US دلار رو انتخاب بکنم، بعد بخوام حالا به روز رسانی جدول رو حتما بزنید، کل این ارزها رو میگیره به دلار تبدیل میکنه، حالا میخوام ببینم چقدر به ریال دارم. خب میتونم واسه اینکه حالا به ارز در حال حاضر، اگر من اینجا بیام ریال ایران رو انتخاب بکنم و بعد به روز رسانی رو بذارم، میبینم که بر اساس ارز دولتی هستش این تبدیلی که اینجا انجام داده. و اگر من میخوام ارز در واقع غیر دولتی داشته باشم، ارزی که در حال حاضر توی صرافی ها به من میدن، میتونم اینجا اول به US دلار تبدیل کنم چون ارزش متفاوت نیستش، بعد بیام این ارز دلار رو بر اساس مثلا دلار 13000 تومان که میشه 130000 ریال به ارز در واقع ریال غیر دولتی تبدیل بکنم به مقداری که داره. و اینجا میتونم همیشه اون مقدار رو به ریال ببینم که چقدر مجموع کلن ارزهای من هستش و چقدر به ریال کلن اگر اینا رو تبدیل کنم خواهم داشت. حالا فرض کنیم میخوام تبدیل کنم، فرض کنیم مثلا من میخوام الان از این مقدار استرالیا دلار استرالیا هم رو به دلار آمریکا تبدیل کنم، بعد بیام اینجا بر فرض 50 تا دلار استرالیا رو که اینجا انتخاب میکنم، دلار استرالیا رو به دلار آمریکا که میام US دلار رو میام اینجا US دلار رو انتخاب باید بکنم US دلار، بعد میتونم توضیحاتم بکنم که بنویسم اینجا که تبدیل ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا، میتونم توضیحاتم هم بنویسم. اینجا دو تا در واقع دکمه میبینیم، یکی انتقال میبینیم یکی افزودن میبینیم. اگه انتقال رو بذارم این 50 دلار استرالیا رو کم میکنه از این 1000 تایی که دارم به US دلار تبدیل میکنه، پس این انتقال رو میتونم بذارم. فقط توجه کنید که اگر منتقل میکنید در حال حاضر 50 تا دلار در واقع استرالیا میشه 34.66 دلار آمریکا. اگر من این تبدیل رو انجام بدم یه پولی رو باید به صرافی بدم که هزینه تبدیل ارز هستش، حالا چه تو هر کشوری که باشی هر جایی که باشی این تبدیل رو انجام بدی یه هزینه صرافی باید بدی. فرض کنیم مثلا یه دلار USD استرالیا داره میگیره، من این یه دلارم اگر بگیره مثلا صرافی از من اون وقت تبدیل کنم، اینقدر در نهایت دلار آمریکا به حسابم افزوده میشه. حالا میتونم یه انتقال رو بذارم، حالا اگر صرافی شما صفره که میتونی صفر بذاری، هر چقدر که اون صرافی میگیره بعد بر اساس اون صرافی این مقدار رو بزنی. پس انتقال رو میذارم، این مقدار
از دلار آمریکا، از حساب دلار استرالیا من کم میشه و به دلار یو اس دی اضافه میشه. اینجا اگر برین توی هیستوریکال دیتا میبینین که در واقع نرخ تبدیل دلار من به یو اس دی اینجا اضافه شده، اینقدر یو اس دی اضافه شده و توی دلار حساب در واقع AUD که داشتم استرالیا بود منفی 50 تا اینجا ثبت میشه و منفی 50 تا تبدیل شده به 33 دلار آمریکا. و خب در حال حاضر میتونم ببینم که چقدرم در کل موجودی یو اس دلار دارم و در مجموع چقدر اگر اینا رو تبدیل کنم ارز ریالی خواهم داشت. حالا افزودن چیه؟ فرض کنیم مثلا من 50 دلار آمریکا کار کردم و این 50 دلار آمریکا به جای اینکه تبدیل بشه به دلار آمریکا مستقیم تبدیل شده به فرض کنیم مثلا پوند بریتیش و به حساب اونجا من ریخته شده، به جای اینکه مثلا گفته آقا ما این رو تبدیل کردیم به بریتیش پوند تو ارسال کردیم، پس من 50 یو اس دلار کار کردم ولی در واقع دارم 39 پوند به دست میارم و به پوند حساب پوندی من انتقال پیدا میکنه ولی به حساب یو اس دلار هم نمیخوام اضافه بشه. اینجا دیگه انتقال رو نمیذارم، واسه این کار فقط افزودن رو میذارم و با این کار میبینم که به پوند من افزوده شده و در مجموع اگر بیام نگاه کنم به یو اس دلار من چیزی اضافه و کم نشده، اما اگر برم پوندم رو نگاه کنم میبینم که این مقدار حالا بر اساس نوت اشتباهی که اینجا گذاشتم قرار داده شده. پس این با افزودن واسه اینه که من تغییری تو حساب اولیه ندم و فقط مستقیم بریزم به حساب بریتیش من. فرض اگر فرض کنیم مثلا من یو اس دلار الان کار کردم 50 تا یو اس دلار میخوام به حساب ایرانم انتقال بدم، حساب ایرانم رو اینجا انتخاب میکنم، این الان ارز هستش که ارز ناکن این چون ارزمون زیاد میره اینور دیگه نمیتونه نشون بده، بخاطر این باید یا کوچیکش کنین یا مثلا این مقدار رو کم بکنین نمادها رو. فرض کنیم مثلا اگر اینجا علامت سوال داد یه مقداری اعشارش رو کم بکنین نشون میده، این اعشار هم دست خودتونه که بتونین کم و زیاد کنین. حالا نگاه کنین اینجا گفتیم که ارز دولتی 4200 تومان یا 42000 ریال، من نمیخوام ارز دولتی تبدیل نرخ تبدیل من باشه، میتونم این اوتو کانورت رو چک باکسش رو وردارم به جای این ارزی که خودم میدونم رو که 13000 تومان یا 130000 ریال هست رو در نظر بگیرم و اینجا این مبلغ رو در واقع واسه من انتقال میده و میشه بر اساس نرخ ارزی که تو صرافی‌ها وجود داره میتونم این تبدیل رو داشته باشم و انتقال رو اگر بزنم این 50 دلار رو کم میکنه. توجه کنید 50 دلار من منفی شد به خاطر اینکه کمتر از 50 دلار داشتم، 50 دلار رو کم میکنم و به حساب ریالی من قرار میده. حالا واسه اینکه مثلا فرض کنیم من این 50 دلار رو اضافه بخوام بکنم، بعد اینجا یه اد میکردم قبلا که بعد انتقال میدادم دیگه که اینجا دیگه منفی نداشته باشم. خب همه این کارا رو که بکنیم موجودی شما رو به روز رسانی اینجا همیشه میبینیم و به روز هستش. اگر خواستیم باز دوباره به روز رسانی بکنین کافیه اینجا به روز رسانی جدول رو بزنین، دوباره نرخ‌ها اینا همه بر اساس هیستوریکال دیتا محاسبه میشه و به روز رسانی میشه. حالا بخوایم مثلا این نرخ‌ها رو دوباره به روز رسانی کنیم بدون اینکه اکسلمون رو باز و بسته کنیم، کافیه به روز رسانی نرخ‌ها رو بزنین و این میره دیتا رو خودکار از xc.com میگیره و به روز رسانی رو انجام میده و اینجا هم تاریخش رو واسه تو نمایش میده که تاریخ و ساعت به روز رسانی کی بوده. خب خیلی اکسل راحتی هست واسه اینکه ازش استفاده کنید، امیدوارم که مفید واسه تون واقع بشه. تا بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.